بخیر به برنامه خوش آمدید. نشست سه جانبه در شهر تاشکنت ازبکستان برای آغاز خط آهن افغانستان پاکستان ازبکستان برگزار شد. مسئله است که مسئولیت های کشورها در این را چی است؟ چقدر تأثیر گذار است؟ وضعیت اقتصادی افغانستان با کدام طرف میره با ایجاد این را؟ در این مورد بیشتر بحث میکنم. مهمان من سخی احمد پیمان معاون اتاق سنای افغانستان است. پیمان سر بسیار زیاد تشکر. میخوام در نخست در مورد نشست بپرسم که چقدر تأثیر گذار است این نشست؟ خدمت شما بیننده های عزیز آرینا نیوز، تاعت عبادات همگی قبول درگاه حق. ببینین، موضوع نشستی که در مورد خط آهن افغانستان، ازبکستان، پاکستان نشستی که در حال حاضر صورت گرفته، ما باید یاد داشته باشیم که این موضوع در سال 2018 مطرح شد. در سال 2021 بین افغانستان و پاکستان و ازبکستان یک توافق صورت گرفت به خاطر ترانزیت از این خطی که بین افغانستان و ازبکستان و پاکستان آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی وصل کنه. خب متاسفانه از پروژه های زیربنایی افغانستان، از پروژه تاپی گرفته تا کاسای 1000 تا همین موضوع بسیار مهم و اساسی خط آهن افغانستان، پاکستان، ازبکستان، خب در گذشته ها این مسائل تنها صحبت های می شد، چون مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داشت ممکن نبود که پروژه های فرامنطقه‌ای تطبیق شود. و ما هم در 15 سال اخیر حداقل شاهد تطبیق یک پروژه فرامنطقه‌ای در افغانستان نشدیم. تنها سالانه تعهد و قراردادها صورت می گرفت، ولی هیچ عملی شدن اجرای پروژه ها را مشاهده نکردیم. خب در حال حاضر یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره در مورد خط آهن افغانستان، ازبکستان، پاکستان. ما فراموش نکنیم که ازبکستان هم مهاد به خشکه هست و از طرف دیگه پاکستان هم به وصل از ترانزیت نیاز جدی داره، که پاکستان هم چون در اواخر سفری که رئیس جمهور ازبکستان و پاکستان هم داشت، اونا روی توافق راهان افغانستان، ازبکستان، پاکستان تاکید داشتن که باید این راه ترانزیتی و خط آهن ایجاد شود، تا که از نظر اقتصادی هم برای ازبکستان که میخواهد از طریق افغانستان به پاکستان، از طریق پاکستان به آبهای گرم را پیدا بکنه، برای ازبکستان هم خیلی این موضوع حیاتی و مهم است. همچنان پاکستان هم به خاطر که دسترسی بیشتری به آسیای مرکزی داشته باشه، به خاطر صادرات کالاهای تجارتی صنعتی خود، نیاز به این راه آهن داره. و موضوع بسیار مهم که افغانستان هم نیاز جدی به وصل منطقه داره، ترانزیت، یعنی ما بارها بحث چارای ترانزیت، چارا و وصل افغانستان، یک چارای وصل بین آسیای میانه، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی صحبت ها همیشه بود و امیدوار هستیم که ما شاهد بربرداری از این پروژه باشیم. البته این پروژه حدودا 600 کیلومتر تا 573 کیلومتر بین افغانستان این خط قرار اجرا شود، از ترمز تا مزار شریف، از مزار شریف تا کابل، از کابل تا پیشاور. امیدوار هستیم که البته بحث های تکنیکی و مالی از این پروژه هم هنوز مشخص نیست که بحث همیست. پیمان صاحب، شما اشاره کردند در سال 2018 مطرح شده و در سال 2021 توافق شده، حالا 2022، چی وقت کار عملی از این آغاز خواهد شد؟ ما امیدوار هستیم که کار عملی این پروژه از بنیادی و پروژه اقتصادی فرامنطقه‌ای که هم از این منفعت زیاد را ازبکستان میبره، هم منفعت زیاد را پاکستان میبره و هم افغانستان. خب هنوز بحث‌های مالی، بحث‌های تکنیکی از این پروژه ممکن هست که نهایی نشده باشه. امیدوار هستیم که هرچه زودتر مثلا نهایی شوه. و خب جای شک نیست که اگر این پروژه آغاز هم شوه،
ای حدوداً چند سال را در بر میگیره تا که این پروژه به پای اکمال برسه. اگر امسال آغاز شود چقدر وقت خواهد گرفت؟ ما فکر میکنم که اگر پروژه به شکل جدی و عملی شروع شود، حداقل چند سال را، 4-5 سال را در بر خواهد گرفت که پروژه کاملا تکمیل شود و به برآورداری سپرده شود. چون پروژه خرد نیست، در این پروژه حدوداً 7 تا 8 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه گذاری میشه و یک از نظر اقتصادی امنیت زی برای افغانستان ایره میتونیم ما در دو بخشی تقسیم بکنیم. یکی بحث معادن افغانستان هست که ما یکی از مشکلات جدی ما در استخراج معادن انتقال از او به کشورهایی که با افغانستان در بخش معادن قرارداد میکنه یا اگر بخش از معادن ما در افغانستان پروسس میشه ما که مواردش در حال حاضر مانعی وجود داره که ایرا کارایش آغاز نشه یا مانعی در برابرش هست؟ از نظر امنیتی افغانستان چون در گذشته یک مشکلات امنیتی مسائل مشکلات فرامنطقی وجود داشت که باعث کندی در این پروژه شد و این پروژه عملا کار خود شروع نکرد. در حال حاضر سه تا موضوع بسیار مهم و اساسی است. یک، اول در افغانستان یک امنیت سرتاسری موجود هست، یک برگ برنده هست، میتونه که این را از نظر امنیتی ای آغاز شود. دوم، موضوع نیاز پاکستان و ازبکستان به این پروژه هست که توی پروژه شروع شود. موضوع سوم، چالش های سیاسی که در افغانستان تعامل که فعلا چون یک موضوع بسیار مهمه که وجود داره، هنوز افغانستان به رسمیت شناخته نشده، ممکن هست که در آینده تعاملات امارات اسلامی افغانستان با کشورهای دنیا ممکن هست که عملی شدن از این پروژه را سرعت ببخشه و از طرف دیگر موضوعات تکنیکی و مالی از این پروژه هم قابل بحث هست، چون که در این پروژه قرار بود که در اون زمان بانک جهانی، بانک آسیایی، بانک اروپایی چند مؤسسه مالی پروژه را فند بده و کمک مالی بکنه. قرار بود در اون زمان پاکستان تقاضا داشت که به خاطر پروژه 4.5 میلیارد دلار از بانک جهانی قرضه بگیره و همچنان امکانات ازبکستان داشت. در این قسمت افغانستان هم نیاز به کمک های مالی از این پروژه هست. ما بودجهش از کجا میشه؟ بانک جهانی و به این پروژه مسیری که 573 کیلومتر در خاک افغانستان هست، هزینه ای که برای افغانستان روی دست افغانستان میگذاره، ای از کدام بودجه تمویل میشه و در این پروژه کدام بانک جهانی آیا سهم خواهد گرفت و آیا ایرا ازبکستان، پاکستان تمویل زیر پروژه را خواهد کرد به شکل قرضه برای افغانستان. هنوز فکر میکنم که موضوعات تکنیکی و موضوعات مالی از این پروژه جای بحث داره. دیده شود که این پروژه چی وقت آغاز میشه به شکل عملی و نشست سه جانبه افغانستان، ازبکستان، پاکستان به چی نتیجه خواهد رسید و این مسئولیت ها چگونه تقسیم خواهد شد. در افغانستان، نه تنها در افغانستان، ازبکستان و پاکستان هم شامل از این پروژه هستند. کار در اون دو کشور آغاز شده؟ ببینید، کشور ازبکستان، کشور پاکستان، اونا سیستم خطاوان از اونا تمام مرزای از اونا وصل است. مشکل اساسی رای ترانزیت زود در افغانستان است که ببینید شما تا ترمز، تقریبا تا ترمز او خط کار شده. پاکستان شما در جریان هستیم که ما تا پیشاور ای خط اونا سیستم خط آهن از اون کشورها وصل است. حتی از پیشاور تا بندر کراچی اونا سیستم راه آهن پاکستان و ازبکستان، خصوصا پاکستان، تا اندازه کافی وصل است. تنها موردی که مانده از پیشاور تا تورخم، از تورخم تا جلال آباد و کابل.
و اونجا هم از ترمز تا خود مزار شریف، از مزار تا کابل. و اصل موضوع ما فکر میکنم که میمونه اما 573 کیلومتر که باید در خاک افغانستان این پروژه تطبیق شود. البته در گذشته خط آهن افغانستان در مورد 4 راه را که اینا انتخاب کرده بود، یک راه از طریق بامیان و از طریق بامیان باید انتقال میشد، 3 راه دیگه هم که داشتیم. در اون زمان هم پاکستانی ها به این فکر بود که از کوتاه‌ترین راه از افغانستان این خط آهن گذر بکنه، ولی مطالعاتی که در اون زمان هم راهن افغانستان داشت، اونا توجیه اقتصادی ای بود که ما از مسیر این خط گذر بکنه تا که معادن ما را در بر بگیره، چون یک پروژه دراز مدت است. ما بخش مهم ما ای است که ما بتونیم که از این خط آهن به شرط درستش در آینده ها استفاده اعظمی داشته باشیم، از مسیری که معادن افغانستان است از این مسیر انتقال بکنه. حال از کدام مسیر عبور میکنه این را؟ من فکر میکنم که آخرین مسیری که فکر میکنم که به توافق رسیده یا صحبت شده از مسیر بامیان ای خط آهن گذر میکنه. در افغانستان روی ساخت این را بحث شده با شما یا با اتاقای دیگری؟ ما در چون بحث بین سه کشور هست، بحث کلان فرامنطقه‌ای هست، فعلا خود امارات اسلامی افغانستان نشستایی که با جانب پاکستان و ازبکستان داشته در این مورد موضوع رسمی بین کشورها هست. هنوز ما در این موضوع ببینیم که اونا اگر توافق صورت، توافق نهایی عملی صورت بگیره، یقینا که سکتور خصوصی نقش خود در اینجا می داشته باشه، خصوصا در اکمالات ازی و سنگیری در پروژه خط آهن افغانستان. چندین راه یا چندین خط آهن در چندین سال گذشته بحث شده، آیا ما تا هنوز چرا نتوانستیم خط آهن داشته باشیم؟ مسئله ایست. بسیار سوال جالب است. از بحث خط آهن که ایراد خواف حتی برنامه بود که از ایراد تا مزار شریف بحث خط آهن ایرتان بود، بحث خط آهن ترغندی بود. متاسفانه تمام برنامه های وصل افغانستان با دنیا و چهارراه ترانزیتی که ادعا داشتیم افغانستان باید مبدل به یک چهارراه ترانزیتی شود، متاسفانه به این هدف رویایی خود نرسیدیم. 10 سال روزی مسائل گفته شد، کار شد، توافقات صورت گرفت با کشورهای منطقه، با فرا منطقه، ولی متاسفانه ما شاهد عملی این پروژه های مهم و حیاتی در این چند سال نبودیم. البته از نظر بودیجوی اگر ما را حساب بکنیم، در هر پروژه خطای آن افغانستان اگر تاپی بود، اگر دیگه پروژه های فرامنطقه‌ای بود که منافع کشورهای منطقه هم در او نهفته بود و منافع افغانستان هم در او بود. البته تمویل کننده های از این پروژه ها خصوصا برای افغانستان از بانک جهانی گرفته تا بانک آسیای، بانک انکشاف و دیگر نهادهای هم حاضر به کمک همکاری بود. ما را فراموش نکنیم که مسائل تحولات و موضوعات پیچیدگی منطقه و فرامنطقه‌ای که وجود داره، اینا همیشه تاثیرات خود بالای از این پروژه های مهم و حیاتی و فرامنطقه‌ای داشته. یکی در گذشته بحث‌های امنیتی بود متاسفانه که این باعث کندی از پروژه ها می شد. موضوع دیگه اینجا مثال، اگر شما بحث تاپی را، حالا ما یک مثال به شما میدیم، این بحث تاپی یک بحث که منافع اندهی هست، منافع پاکستان، هر زمانی که کشمکش ها بین از قدرت ها به وجود میاد، باز اینجا افغانستان از این موضوع تا اندازه این پروژه ها به تاخیر میمانه. بخش از این تأخیر از این پروژه های مهم مسائل سیاسی هست که تعاملاتی که بین کشورها هست، اونا هر کشور به نوع منافع خود میبینه.
هر کشور منافی و تضاد منافی بعض موقع در پروژه ها ایجاد میشه که این کار بسیار دشوار هم هست و ما امیدوار هستیم که امارات اسلامی ما با دیپلماسی خوب بتانیم که او تقابل منفی که توسط کشورها در افغانستان وجود داشت ما بتانیم این تقابل را به شکل ازی استفاده شود تا بربرداری خوب از پروژه های اقتصادی داشته باشه چون شعار امارات اسلامی هم فعلا این است که ما برنامه ما در جمهوریت تعامل سیاسی با دنیا داشتیم رسمیت شناسی وجود داشت آیا ظرفیت نداشتیم که آغاز نشد این پروژه یا مسائل دیگری بود من فکر می کنم که ظرفیت های هم وجود داشت نه با هم گونه ولی فراموش نکنیم که باز هم خوب تعامل بود بین افغانستان و تمام دنیا ولی در پهلوی تعاملی که وجود داشت در پهلوی تعامل ما شاهد کشمکش های کشورهای منطقه و جهان در افغانستان بودیم همین کشمکش ها تقابل ها بین کشورها به نوع میدان تسویه قدرت ها و کشورها بود افغانستان که هیچ زمان ما با او اهداف بزرگ اقتصادی خود متاسفانه به خاطر همو کشمکش های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با او اهداف خود نرسیدیم تشکر حالا هم یک وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم دوباره خوش آمدید پیمان صاحب در حال حاضر بعد از تحول تعامل سیاسی نداریم رسمیت شناسی وجود ندارد کمک ها قطع شده آیا پروژه آغاز میشه ببینین امیدواری ها هست با وجودی که افغانستان امروز هیچ کشوری افغانستان را متاسفانه به رسمیت نشناخته هنوز یک تعامل ایجاد نشده بین افغانستان و کشورهای دنیا در پلو ازو ما میبینیم که به نوع ارتباطات دیپلماتیک نشسته ها به سطح وزارت های خارجه کشورهای منطقه بین امارات اسلامی و کشورها وجود دارد تعاملات اقتصادی فعلا وجود دارد بناهن کشورها خصوصا او کشورهایی که دخیل قضایای افغانستان هست به هر شکل از ممکن اگر از یک طرف امروز افغانستان را به رسمیت نمیشناسه ما میبینیم که تعاملات سیاسی دیپلماتیک خوب بین امارات اسلامی و بعضی از کشورها وجود دارد این نشستهایی که ما میبینیم از ازبکستان گرفته تا ترکمنستان تا ایران تا پاکستان تا مسکو و کشورهای دیگه ارتباطات هم وجود داره که فعلا روی صحبت‌های اولی وجود داره روی پروژه‌های زیربنایی روی بحث تاپی هست حالا بحث همین خط آهن هست و تحرکات وجود داره ما امیدوار هستیم که این دیپلماسی فعالتر شوه و روزی برسه که پس یک تعامل واقعی ایجاد شوه بین امارات اسلامی افغانستان مردم افغانستان و جهان تا دوباره ما از دیگری جهان پس نمانیم و اگر افغانستان به رسمیت شناخته شوه پروژه های اقتصادی او پروژه هایی که فرا منطقه‌ای است برای افغانستان عایز اهمیت است و ما فکر می کنم که به سرعت این پروژه عملی خواهد شد هنوز هم در بحث منطقه و بحث کشورهای بزرگ هنوز هم کشمکش ها و چالش های وجود داره که هر کشور به خاطر منافع خود اونا زیادتر مثال منافع کشورها اونا منافع خود میبینن اونا به فکر افغانستان در حال حاضر به فکر زیاد به این مسائل اونا توجه نمیکنن در حال حاضر بانک جهانی بانک تسویه آسیایی کمک به افغانستان نمیکنه بودجه از کجا میشه دقیقاً سوال همینجاست که این پروژه با کدام بودجه به برابری این آغاز خواهد شد مسائل تکنیکی هزی است مسائل مالی هزی است ما ببینیم که در چند روز آینده ازبکستان نیازه که به این پروژه داره پاکستان نیازه که به این پروژه داره ببینیم که در این راستا آیا اونا
سهم خواهد گرفت در عملی شدن از این پروژه. من فکر میکنم اگر پاکستان و ازبکستان این تعامل ایجاد بکنه با امارات اسلامی، من فکر میکنم که حتی بدون بعضی کمک های بانک جهانی این پروژه شروع خواهد شد. بازم منتظر هستیم که مسئولیت افغانستان چی است در قبال این پروژه؟ مسئولیت افغانستان تامین امنیت در مسیر شورا هست. مسئولیت افغانستان هی است که از نظر مالی آنچه که مسئولیت افغانستان هست باید در این مسئول مالی از رو بتونه سهم بگیره و که چی مبلغ هست هنوز مشخص و واضح نیست که چی مسئولیت های مالی تا چی اندازه به دوش افغانستان هست. زمینه کار برای فراهم خواهند کرد؟ ببینین این پروژه اگر عملی شوه و ای به برابرداری سپرده شوه، دو بحث اساسی اینجا هست. یکی بحث معادن افغانستان هست، دیگه بحث زراعت افغانستان هست، دیگه بحث تجارت افغانستان هست. حالا با وجود از اینکه اگر این پروژه عملی شوه و این راه اندازی شوه و این یک نیاز است در منطقه، یک نیاز است. من مطمئن هستم که پروژه اگر امروز نشوه، اگر دو ماه دیگه نشوه، به هر حال این پروژه عملی خواهد شد. ما امیدوار هستیم که پروژه عملی میشه و یک تعول اقتصادی در افغانستان خواهد شد. مانند پروژه های دیگر عملی خواهد میشه روی ورق یا نه جدی عملی میشه؟ تالا بس ها روی ورق بوده. ما امیدوار هستیم که دیگه آهسته آهسته ما آرزوی مردم افغانستان اگر از 30 سال از روی پروژه تاپی هست و دیگه پروژه های ملی ما شما هست، امیدوار هستیم که امنیتی که در افغانستان آمده، حالا بدون از اینکه ما اون نقاط منفی را زیاد صحبت بکنیم، بحث های مثبت زیر هم وجود داره. به هر حال ما میتونیم که از این پروژه ها به استقلالیت اقتصادی افغانستان، به اشتغال، به ثبات اقتصاد افغانستان کمک عظیمی خواهد شد و خصوصا در بخش معادن ما سالانه چقدر میتونیم که میوه های خود از همین طریق صادر بکنیم، چقدر ما میتونیم از معادن خود، معادن استخراجی خود به آسانی به مارکت های دنیا دست پیدا بکنیم که یک معضله بزرگی بوده تا به میال هم پیش روی معادن افغانستان، هم پیش روی صادرات میوه های تازه و خشک افغانستان همیشه دوچار مشکل بودیم و هم بحث تجارت افغانستان هست که این راه ها هم تمام شده، کالا ارزان تمام شده و ارزان خواهد بود برای مردم افغانستان، برای مستهلکین و هم صادرات ما. در تمام بودهای مهم اقتصادی این پروژه ها بسیار مهم است. امیدوار هستیم که امارات اسلامی هم کوشش فعلا به داره که دست پیدا بکنه و این پروژه های ملی رو اندازی بکنه، یک دستاورد کلان هم برای اونا خواهد بود و هم به مردم افغانستان. در گذشته مسئله امنیت بود که مانع پروژه ها بود. حالا امنیت از چالش ها جدی در برابر این پروژه ها چی است؟ تا هنوز کاسه های گازار عملی نشده، تا پی عملی نشده، خط آهن خواف عملی نشده. دقیقا در حال حاضر دو چالش مهم است: عدم رسمیت شناختن افغانستان یک موضوع هست که بسیار مهم هست و در موضوع دوم بحث‌های تکنیکی و مالی از پروژه ها هست. شما می‌فهمید که افغانستان ما از نظر اقتصادی در چنین وضعیت نیستیم که بتونیم از نظر مالی چنین پروژه های کلان را راه اندازی بکنیم. این زمان مقدور هست با کمک های بانک جهانی، با کمک های کشورهای منطقه، کشورهایی که منافیشان در این پروژه ها هست اونا میتونه که تمویل بکنه از نظر مالی. از نظر تکنیکی هم این مسائل بحث های خود داره. ممکن هست که او کشورها به خاطر منافع اقتصادی خود از نظر تکنیکی افغانستان را تا که او ظرفیت تکنیکی در افغانستان ایجاد میشه فعلا افغانستان را همکاری بکنه. خب در آینده آهسته آهسته
بس این نیروهای تکنیکی ما هم خصوصا در بخش راون افغانستان آموزش خواهد دید. پروژه های زودرس نیست، این پروژه های درازمدت است، چند سال در بر میگیره. تا او زمان افغانستان از نظر تکنیکی هم آماده ازی خواهد شد که بتونه خودشان مدیریت بکنه بس های تکنیکی ازی را میمونه. یک چیزی که برای مردم افغانستان تا هنوز ناروشن مانده. حکومت گذشته ما را تاکید میکرد و میگفتند که بحث‌های تکنیکی پروژه تاپی به پایان رسیده، مسیر استملاک زمین‌ها آغاز شده، ولی تا حال پروژه آغاز نشده. بحث در اینجا است، چی مانع از این پروژه است؟ شما شاید از این هستین که در این اواخر هم صحبت‌ها از این قرار است که به زودترین فرصت پروژه تاپی کار عملی از او شروع خواهد شد. زمین هایی که در مسیر زی بوده استملاک شده. وقت یک تفاوتی که وجود داره این هست که اگر چیزی که در شهرها چه از نظر امنیتی باشه، چه استملاک زمین باشه، طالبا با قاطعیت روزی مثلا برخورد میکنه و میتونه که این موضوع را، اگر همین موضوع باشه، میتونه این را حل بسازه، خصوصا امنیت ازی و استملاک زمینی که در مسیر ازی قرار داشت و در گذشته هم مشکلات روی مسائل بود که نتوانست دولت گذشته، ضعفی که وجود داشت و عدم حاکمیت حکومت گذشته در تمام افغانستان، نتوانست که این پروژه ها را عملی بسازه. ما میبینیم که در حال حاضر حاکمیت تمام وجود داره و اگر در نظر امنیتی طالبا با قاطعیت امنیت پروژه را میتونه تامین کنه، با قاطعیت میتونه که موضوع استملاکی را یک طرفه کنه. فکر میکنم تا اندازه کافی موضوع یک طرفه شده. ببینیم که عملش حالا ببینیم یک مسائل هست بین پاکستان، بین هندوستان، بعض تقابلات وجود داره، خصوصا تحولی که در افغانستان شده. ببینیم که سجنا اگر فعلا تعامل بین پاکستان و افغانستان است، ببینیم که این تعامل سه جانبه، چهار جانبه به شکل درست چی وقت عملی میشه. و باز هم ما امیدوار هستیم که امنیتی که در افغانستان هست و قاطعیتی که امارات اسلامی داره در تطبیق از این پروژه ها، اگر به رسمیت شناخته و افغانستان، به زودترین فرصت پروژه رو اندازی خواهد شد و امیدوار هستیم که این پروژه ها رو اندازی شود در افغانستان. با امید همین روز. بسیار تشکر پیمان صاحب که فرصت گذاشتین. از شما بیننده های عزیز نیز سپاسگزارم. وقت با شما خوش.